بیا هم خراغ لاست افغانستان کې سیاسي تحول څخه وروسته دغه هیواد کې د انساني او همدارنګ د بشري ناورین په تړاو باندې اندېښنې د نورو هیوادونو لخوا څخه هر کله مطرح شوي دي. د هر بهرني مقام یا چارواکي له هر ټویټ څخه هم د افغانستان د انساني او بشري او همدارنګه د امنیتي وضعیت په تړاو باندې اندېښنه هغه څه ده چې هر کله په غښتلو توکو سره مطرح شوې ده او په ډیری بحثونو په ناسو کې هم د افغانستان په تړاو باندې همدغه بحثونه مطرح کیږي. د بهرنیانو په نیلیدنو کې هم همدغه بحثونه مطرح کیږي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم بیا د افغانستان د انساني ناورین او همدارنګه امنیتي وضعیت په تړاو باندې هر کله اندېښنې لري، هر کله چې نړیوالو سره لیدنې ترسره شوي دي دغه مسئله باندې ډیر پام کړی دی. اصلي پوښتنه دا ده چې واقعیت نړۍ له افغانستان سره یو همکار ده؟ واقعیت د افغانستان په خلک باندې دوی زړه دردیږي؟ آیا ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان په واقعیت سره افغانستان سره صادقانه کار کوي؟ آیا په واقعیت سره دوی غواړي چې افغانستان کې یو باثباتي اوسي، یو ثبات حاکم وي، فضا د سولې څخه ډکه وي؟ آیا واقعیت افغانستان څخه امنیتي اندېښنې دوی ته تر هغه کچې پورې دي چې دوی هر کله په خپلو ژبو باندې مطرح کوي که نه؟ په دغه موردو باندې بحث کړه سره قدرمن میلمانه دي د امریکا د انډیانا پوهنتون استاد نظیف شهراني او همدارنګه د حزب اسلامي د مشرتابه شورا غړی محمد امین کریم. میلمانو سلام شي، په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه کوم میلمانو چې وخت مونږ کړی دی. شهرانی صاحب، بس لاته سپیلوم چې افغانستان وضعیت د رښتیا هم همدې کچې پورې خراب دی چې هر مقام یا بهرنی چارواکی د افغانستان په تړاو باندې امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي؟ به نام خداوند جان و خرد، سلام به شما، سلام به همگی هموطنهای ما و عیدی گذشته همگی بیننده را تبریک میگم. خب ببینید، موضوع افغانستان از هشت ماه این طرف و تا قبل از او هم در یک حالتی بحرانی وجود قرار داشت، یک بحرانی که البته روز به روز بدتر شده رفته از آمدن طالبا به سر قدرت. این چیزی تازه ای نیست که خارجا برای ما بگویند که در افغانستان چی میگذره. مردم ما در کوچه و بازار و در دیهات و در اطراف در همه جا در حالتی هستند که اسفبار هستند. فقر، بیچارگی، نداشتنی غذای همروزهشان. من به تماس هستم با مردم در نقاط مختلف کشور، بالخصوص در منطق شمال شرق که من با آنجا البته زادگاه ما است و خبر دارم. وضع بسیار بدتر از اون چیزی است که بیرونی ها میگن، در این هیچ شکی نیست. البته بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران سیاسی، همه چیزا زاده اینمی آمدن یک گروهی دهشت افغان به قدرت است که قبلا هم مردم این داره میشناخت. بیشترین تعدادی اعضای کابینه ایشان در لیست سیاه بین‌المللی دهشت افغان ها است و البته جامعه ملل و کسایی که اینا را به قدرت آوردن هم حاضر نبودن اینا را مشروعیت ببتن و ببخشن. و البته تهدیدایی را که میگن که افغانستان متوجهشان هست، احتمال زیاد هم وجود داره که متوجهشان بوده باشه، اگر حالی نه در آینده خواهد بود. برای ازی که اونا هم در پلانایی که اینا البته در پشت سر گذاشتن همی بود که مملکت باید آرام نبوده باشه و منطقه را باید در برابر کسایی که با اونا در تقابل هستن، خصوصا چین و روسیه، باید با آشوب بکشن و باید مملکت در حالتی آشوب نگاه بکنن. یک از اون لحاظ خارجی ها اهدافی دارن که اهدافشان به هیچ صورت با وجودی که میگن که وضع در افغانستان بد است و همه ما میفهمیم که بد است، اما اونا کدام تلاشی برای بهبودی وضع نکردن و نمیکنن و نخواهدم کردن در آینده. البته کمکهایی که به نام بشر دوستانه میگن، این خودش اصلا شکلی جنگی بشر دوستانه است، نه کمک بشر دوستانه. اینا از طریق کمک ها در قتم و جنگی بیشتر از 43 سال خود در افغانستان هنوزم دوام میتن و در این ما مسئولیت خود ما مردم افغانستان هم داریم. برای ازی که کسایی که فعلا در قدرت هستند، عامل اساسی جنگا در 26 سال گذشته در افغانستان بودن و حالی که به قدرت هم آمدن هیچ کاری نتانستن بکنن به جز از اینکه بازم قدرت نظامی خود بیشتر بسازن و خود به حیث قدرتی زور و ضرب و شتم به اصطلاح
بالای مردم بقبولانن. شاتم و هیچ کاری دیگر اینا نکردن تا هنوز متاسفانه. اگر اینا یک قدرتی می بودن که مدیریتی اوزار در افغانستان میتونستن به دست بگیرن که نمیتونن بگیرن و یک قشری بسیار زیاد ناگاه از مسائل دینی و هم از مسائل اجتماعی افغانستان و هم از مسائل جامعه بین‌المللی هستند و این یک آفت است برای مردم افغانستان. امیدوار هستیم که اینا کوشش بکنن به حرفای مردم گوش بدن و به خواسته های مردم خود افغانستان در داخل گوش بدن و یک مشروعیت داخلی با یک نظامی بهتر از افغانستان که مردم بتانن در مسائل سیاسی خودشان تصمیم بگیرن و خودشان بتانن در حکومت حق داشته باشن و حکومت حکومتی مردمی شوه، مردم سالار شوه، نه ملا سالار، که متاسفانه من فکر نمی کنم در آینده نزدیک هم یک چیزی ممکن بوده باشه. مننه کریم صاحب. تاسو د افغانستان وضعیت تر دې کچه پورې خراب بولئ چې هر کړه نړیوال پرې اندېښنه څرګندوي، په ځانګړي توګه اوس مهال د ایران بهرنیو چارو وزیر دغه یا وضعیت اندېښنه لرونکی څرګند کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و عرض سلام به شما و مهمان عزیزتان و بیننده های برنامه وزینتان. خدمتتان عرض بکنم که ما در طول 20 سال اشغال کشور ما با حضور نیروهای خارجی و به خصوص امریکایی شامل یک نظم منطقوی شده بودیم، به این ترتیب که ایالات متحده امریکا از طریق سلطه و قدرتی که در جهان داره یک کنش ها و روابط خاصی را با همسایه افغانستان برقرار کرده بود. با شکست و خروج نیروهای اشغالگر از کشور ما اون نظم از میان برداشته شد و قرار است که یک نظم جدید با نظرداشت تحولات فعلی در منطقه ایجاد شد. ما در عمو بحران هستیم که به نظم دوباره در منطقه نائل نامدیم و از این نگاه طبیعتاً کنش ها و کنش های در منطقه وجود داره. کشور ایران در طول 20 سال تفاهمات با ایالات متحده امریکا داشت که به نحو نظمی را و تفاهمی را برقرار کرده بودن. حال تعریف دوباره این رابط ضرورت است. ایران در افغانستان در بود سیاسی، در بود اقتصادی و در بود نظامی انتظارها، تقاضاها و اندیشهایی داره که این مسائل میتونیم بالایش تعمق بکنیم و راه حل معقولی را پیدا بکنیم که منافع مشروع دو کشور و بخصوص در منطقه با همسایه ها را تعریف دوباره بکنیم. بسته کردن و گریز زدن تحولات منطقوی با ماهیت نظام فعلی یک بحث جداگانه است. البته ما در رابطه با مسائل داخلی هم تقاضاهایی داریم، هم انتظاراتی داریم من حیث شهروندی کشور و هم مدافع تحولات بسیار عمده هستیم که در این طول 8-9 ماه با وقوع پیوسته در بعد از ابعاد ازیر. البته ما هم نظرات و پیشنهادات جداگانه داریم، اما بهتر است که بحث را مشخص بسازیم که بتونیم در رابطه با او موضوع دقیقتر موشگافی بکنیم. چه فکر کوی امنیتی وضعیت خو لدی سره خو سرپرست حکومت چارواکي کار کوله وایي چې امنیت ښه شوی دی، هیڅ چاته ګواښ نه دی، نړیوال ترې اندېښنه لري. په دغه خبره کې هیڅ یو تر اوسه پورې یو خبرې ته نه دي رسېدلي. چون چانس کردم ما به یک شرایط تازه داخل شدیم، میبینیم که با پاکستان روابط تیرگی هایی پیدا کرده. کشور ازبکستان به خود اجازه میده که حریم هوایی بر حریم هوایی ما تجاوز بکنه و بعدها هلیکوپتر به پرواز دراره. برخوردهای اندکی در مرز غربی با ایران صورت گرفته. اینا همه نشانه حالت بحرانی فعلی است و ولی به او حد قابل اندیشه نیست. هیچ کشوری نمیتونه ایده را در شرایط فعلی بکنه که از جانب افغانستان تهدیدهای امنیتی بالفعل در مقابل از اونا قرار دارد، بلکه از نگاه بالقوه و او هم
جنایت ها و عملیات وحشتناک است که از طریق گروهی به نام داعش یا با لقب داعش در کشور صورت گرفته. هموطنان عزیز ما در ولایات مختلف به شهادت رسانیده شدند به صورت بسیار هولناک. این اندیشه بخصوص برای کشور ایران که عمدتاً هموطنان اهل تشیع، برادران شیعه ما هدف قرار گرفتند، اندیشه ایران از این ناحیه قابل درک است، ولی اندیشه خاطر حمایت از هم‌مذهبی های ایران قابل فهم است، اما در شرایط فعلی تهدید خاصی از این ناحیه متوجه ایران نیست. من نه شهرانی صاحب، تاسو فکر کوئ په واقعیت سره نړیوال هیوادونه د افغانستان د خلکو درد احساسوي او د همدردۍ له مخې دا خبرې کوي؟ خب البته گفتم جامعه بین‌المللی آگاه هستند که در مملکت در افغانستان چی میگذره. هر قدر اینا در ای 8-9 ماه گذشته تشویق کردن و مذاکراتی هم داشتن، مجالس و صحبت‌های هم صورت گرفته با طالبان و اونا را تشویق کردن که به مردم خودشان، به خواستهای مردم خود تمکین بکنن و مشروعیت خود از مردم بگیرن و نظام یک شکلی بتن که در او مردم خود بتانن ببینن. و اینا همیشه ادعا کردن که همه چیز جا به جاست، امنیت اینا آوردن، در حالی که امنیت من و خودتان میدانین که امنیتی نیست. امنیت تنهایی نیست که جنگ نباشه و مردم هر روز کشتنشن، با وجودی که خودشان هم میکشن و دشمنایی هم که در صحنه دارن اونا هم مردم هر روز کشته روان هستن. اما امنیت واقعی در یک جامعه داشتن غذا است، داشتن صحت است، داشتن امنیت روحی است. تمام جامعه ما امروز از عدم امنیت اینا رنج میبرند، در ریزی که بعضی مطالعاتی که تا قبل از اینکه اینا به قدرت بیان و عامل اساسی عدم امنیت در کشور بودن میگفتن حدود 60 بیشتر از 60 فیصدی مردم افغانستان، نفوس، تمام نفوس افغانستان رنجای روحی دارند، امراض روحی دارند. شما در همچه شرایط دیگه نمیتونین که ادعایی را بکنین که امنیت آوردین یا کاری را به نام امنیت به جا آوردین. و البته همسایه ها قسمی که قبلا هم میمان عزیزتان آقای کریمی گفتم تشویش دارن، تشویش ازبکستان، تشویش ایران، تشویش پاکستان، همگی اینا واقعی است. اینا را آدم نادیده گرفته نمیتونه. از لحاظ سیاسی مسائل مهمی هست که باید راههای تازه سنجیده شود تا اونا بتانن اعتماد حاصل بکنن. ببینید بحران اعتماد در جامعه ما همیشه وجود داشته، اما حالی بحران بسیار زیاد وخیمتر شده روان است هر روز. ما بین افراد و ما بین مردم و ما بین حکومت فعلی طالبی یک مسئله داره چه سرپرست حکومت چارواکو هر کله پر حمله باندې خبره کړې ده چې دوی ډاډ ورکړل نړیوالو ته د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ یو هیواد ته ګواښ ونه وسي. لا تر اوسه پر همدې فضا د باور نه رامنځته شوی مذاکرات کوم پر همدغه مسله ډېر ټینګار کیږي. بله، ای ادعا را از طالبا همگیش ادعا است. ادعا است که نه به مردم وفا کردن، نه به جامعه بین‌المللی وفا کردن. و ادعا همی است که ما از همه کده بهتر هستیم، ما قوه فاتح هستیم، ما حق داریم هر چی خواستیم در کشور بکنیم، مردم باید به ما گوش بدن و شکرم بکنن. و همه چیز ای را از لحاظ خواب تعبیر و تفسیر میکنن. یک روز یک خواب در حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن و ادعا میکنن که امر شد یا که تایید شد که چی باید بکنن. به این نوع حکومتداری در قرن 21 ممکن نیست. اینا با هیچ ارزش واقعی اسلامی تا هنوز تمکین نکردن. اینا همگیش خواب و خیال است و همگیش عرف و عاداتی در حقیقت فاسد است که به نام اسلام متاسفانه اینا رنگ زده روانستن. و جامعه بین‌المللی هم درک میکنه که با حرف اینا نمیشه اعتماد کرد و اینمی عدم اعتماد است که هر چیزی که اینا صدا میکنن هر روز هم صدا میکنن که ما با دنیا کاری نداریم، ما آرزو و امید داریم که دنیا را ما را بشناسه، برای ما مشروعیت بده. اما در حالت چیز هستن، حاضر هستن همیشه
که دنیا اینا را بشناسه، اما با مردم خود اینا هیچ کاری نکردن و هیچ کوششی هم نشده که مشروعیت خود از مردم حاصل بکنن. تا که افغانستان این حکومتی نابکاری که تا به امروز جز ضرر به مردم افغانستان چیز دیگه نیاورده، شکل خود تغییر نده و خواسته های مردم ما تمکین نکنه، من فکر نمی کنم جامعه بین المللی به اینا اعتماد بکنه یا اعتنا بکنه و این حالت بحران دوام خواهد کرد و اونا ممکن است کمک های کم و بیشی غذایی و کالا و اینا بتن که مردم اقلا تعداد زیاد مردم تلف نشوند، اما هیچ کاری نخواهد کردن که او بتانه این حکومتی نابکار قدرتمند بسازه و به اعتماد بکنن که یک نظامی تازه منطقوی یا بین المللی با وجود اینا در قدرت به میان بیاید. مننه کریم صاحب، تاسو چه فکر کوئ گاونډي هیوادونه چې ورسره ډېره تنګ اړیکه د افغانستان سره، ایران سره هم موږ فرهنګي اړیکه لرو، له پاکستان سره هم فرهنګي اړیکه لرو، دواړه هیوادونه افغانستان ته هم د ورور کلمه کاروي، څومره دوی په خپل خبرو کې صادق دي؟ خلابتن در رابطه با دو کلمه ما هم به نوبه خود تاکید بکنم، یکی مسئله امنیت است و دیگه مسئله اعتماد. برادر عزیز ما جناب شهرانی صاحب فرمودن، ایشان من حیث استاد علوم بشری و من من حیث شاگرد این رشته، عرض باید بکنم که امنیت تنها خلاصه به این نمیشه که جنگ نباشه، بلکه در تعبیر از تعبیر جامعه شناسی تعریف تمدن و مساوی به امنیت است. در جامعه منطقه تمدن ایجاد میشه که در اونجا امنیت باشه، البته امنیت روحی، امنیت حقوقی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و اینها متاسفانه در افغانستان در جامعه ما هنوز پیاده نشدن و اینا مقدمه ایجاد یک کشور باثبات و پیشرفته هستن. آنها در بود امنیت فیزیکی حقیقت است که ما از کشته شدن صدها نفر در روز لله الحمد به موقعیتی رسیدیم که متاسفانه هنوز هم دو نفر، سه نفر یا ده نفر در روز کشته میشن، ولی بدون شک در این نوعی تحول مثبت صورت گرفته. و به رابطه با اعتماد، بله اعتماد یعنی مشروعیت نظام ما در داخل زمان مشروعیت واقعی پیدا میکنه که اعتماد ملت به دست بیاره و این حال هنوز که هنوز است حل نشده و در سطح بین المللی هم چنانچه کارانی فرمودن بحران اعتماد کماکان پا بر جا هست. در رابطه با همسایه ها باید عرض بکنم که ایران در افغانستان رابطه وسیع اقتصادی داشت، سالانه 2 میلیارد دلار صادرات انرژی و خوراکه به افغانستان داشت و به می ترتیب پاکستان با خروج نیروهای خارجی از کشور این تجارت بر هم خورده، چون در افغانستان مشکل نقدینگی و مشکل اقتصادی ایجاد شده. بنابراین در بود اقتصادی بله اندیشه های بین دو کشور وجود داره. ایران به خاطر تعویض شرایط و رسیدن به یک راه حل دیگه علاقه فراوان به داره که در افغانستان در بود انرژی، در زیرساخت ها و در معادن و صنعت سرمایه گذاری بکنه و بر از او کار مترصد از این است که در افغانستان امنیت قانونی، حقوقی و فیزیکی ایجاد شود که چون این چیزه به زعم ایرانی ها تا بانوز فراهم نشده و پاکستان هم علاقمند از این بود که عبورگاه افغانستان به طرف آسیای میانه گشوده شود و این امرم تا به حال تحقق پیدا نکرده. بنابراین اندیشه های این کشور و برو اضافه بکنیم تشویش هایی که کشور ترکمنستان دارد و تاجکستان و ازبکستان به خاطر فرار از محاصره روسیه، متاسفانه به خاطر شرایط حل ناشده داخلی ما کماکان موجود است. آرزو و علاقه ما است که این مشکلات با پیدا کردن مشروعیت از طریق برگزاری یک انتخابات پارلمانی حداقل که نمایندگی ملت افغانستان بکنه، اعتماد داخلی و ثبات داخلی در کشور ایجاد شود که کشورهای همسایه هم بتونن تقاضاهایشان هم برآورده بسازن و انتظاراتشان فراهم شود. اوس مهال په افغانستان کې د ایران سفارت هم فعال دی، د پاکستان سفارت هم فعال دی، ولې لا تر اوسه پورې د افغانستان د سفارت حکومت سره دوی د باور او همدارنګه د اعتبار فضا ته نه دي سره رسېدلي؟
ایران در بود سیاسی انتظار از ایران داشت که به اصطلاح خودشان حکومت فراگیر ایجاد شود و تعریفشان از حکومت فراگیر حضور اقوام و احزاب سیاسی بود. این مطلب تا به حال فراهم نشده، صرف نظر از اینکه ما انتظار ما از برادران ایرانی مایی بود که به اساس شعر شاعر برجسته ایرانی، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگران مپسند. اگر تقاضای اونا از کشور ما میکنن که خودشان در کشور خود پیاده نمیکنن، تقاضای بی‌محل است. ولی خود تقاضای حکومت فراگیر یک امر مشروع است، هرچند که تداخل در امور داخلی کشور ما هست. پاکستان هم انتظاراتی داشت در رابطه با تحریک طالبان پاکستانی و مسئله چگونگی ساختن نظام و شاید خط دیورن، که این تقاضا از اینا مشروع یا غیر مشروع تا به حال فراهم نشده. بنابراین اونا همزمانی که در حقیقت دفکتو با نظام سرپرست فعلی همکاری دارن، نماینده های دیپلمات های نظام را پذیرفتن، عاجز از این هستن و در اون مرحله نرسیدن که این کشور را به رسمیت بشناسن، این نظام، و اینها ایران و پاکستان در اون مقامی هم نیستن در سطح منطقوی و جهانی که بتونن به تنهایی در رابطه با رسمیت شناختن نظام فعلی تصمیم مستقلانه بگیرن. اما به خاطر ضرورت های عاجل و آنیه که در رابطه با افغانستان، در همسایگی افغانستان دارن، نماینده های فرستادن و نماینده های را پذیرفتن. این البته از نگاه دیپلماتیک به رسمیت شناختن نظام نیست، بلکه حل کردن مشکلات روزمره است. مننه شهرانی صاحب. ایران در افغانستان لپاره چه غواړي؟ د خپل ځان لپاره بیا څه غواړي؟ ببینین، ایرانی ها قسمی که آقای کریمی هم اشاره کردن، یک نظام مردمی خودشان ندارن، یک نظام ملایی است که بیشتر از 40 سال عمر داره و مردم ناراض هستند و وضعی تحریم هایی که در ایران وجود داره و ارتباطی پالیسی های از اینا در شرق میانه و همچنان در جهان، اینا یعنی تحت تحریم های زیادی قرار دارن و وضع اقتصادشان هم خیلی نابکار است. ببینید، در 20 سال گذشته خصوصا پولای هنگفتی که در امریکا، از امریکایی ها به افغانستان، اروپایی ها یا جامعه بین‌المللی آورد، در افغانستان اینا به حیثی یک گاو شیری ازش استفاده میکنن، از لحاظ اقتصاد خودشان و نبود دلار در اونجا مثلا و خرید دلار از افغانستان و بردنش، و هنوزم این دوام داره متاسفانه به ایران، مسائل بسیار مهمی است. با وجودی که اونا میخوان که در افغانستان اقلا از لحاظ گفتارشان روابط عادی شود، اما در واقعیت رابطه از اونا به افغانستان یعنی با در نظر داشتی البته مسائل اقتصادی که دارن، رابطهشان رابطه دوستی با افغانستان و با افغان ها و با حکومت افغانستان نیست. اونا خصوصا حکومت طالبی را که دشمنی دشمنشان بود، از اون لحاظ اینا از لحاظ مقطعی با افغانستان یا با طالبا اینا دست دوستی نسبی دادن. اینا را تا وقتی که اعلانی را داشته باشند که ما امریکایی ها را، البته به شکل کاذب هم هست که ما شکست دادیم و از افغانستان بیرون کردیم، این خودش همی ادعای اگه ادعای نادرست است. امریکایی ها آمدن و امریکایی ها خودشان بیرون رفتن. امریکایی ها میتونستن باشن، اما تصمیم گرفتن برای مسائل دیگری که بین المللی و هم داخلی خود امریکا بود بیرون رفتن، و این را به نام شکست دی امریکا و شکست غرب و حرفا حرف زدن، بازم من میگم که اما خودسازی ها و خودباوری های کاذب است که متاسفانه در جامعه ما خیلی هم معمول است. و ایرانی ها بازم من میگم از شرایط فعلی افغانستان به شکل ابزاری استفاده میکنن و هیچ علاقه نزدیکی با وجود دعا با افغانستان ندارن و تمامی پالیسی های ایران در طول وجودی همین نظام ملایی در ایران همی بوده که اینا خود به اصطلاح بقای خود چی بکنن، سرش کار بکنن و هم هر چیزی که به مفاد بقای خودشان بوده باشه
و تأثیراتی از او هر چیزی که بالای دیگر را بوده باشه چی در همسایگی و چی در دور و نزدیک اصلا اعتنایی ندارن و اعتنایی هم نمی کنن. اگر ما افغان ها انتظار از این داشته باشیم که ایرانیا با حرفایی که می زنن اونا هم تمکین می کنن یا اونا هم اعتماد دارن یا اعتبار دارن، فکر می کنم که تأثیراتی خوبی برای جامعه ما در آینده نخواهد داشت. اوسنی سرپرست حکومت همدارنگ دی ایران و وجه مشترک هم داره که سوی چی ایران و امریکا سره مشکل درلود، دخمنی درلوده، او د افغانستان سرپرست حکومت هم دخمنی و سر درلوده. فکر کوي دغه دخمنی د دې لامل شوی چې دواړه سرپرست حکومت او ایران دی یو څه ناڅه سره نږدې واوسي. طبیعی امیر من اشاره کردم که اینا چون اردویشان دشمنای مشترکشان امریکاست، از همون لحاظ فکر میکنن باید نزدیک بوده باشن. اما این دلیلی بسیار خوبی برای نزدیکی و برای دوستی ما بین دو کشور نیست و نمیتونه باشه. فقط بازم میگفتم مقطعی است و ایرانیا بازم وقتی که علایقشان یا فوایدشان روی موضوعات دیگه بوده باشه روی از او زیادتر تاکید خواهد کردن و همون قسمی که در زد و خوردهایی که در سرحدات واقع شده میبینین ایرانی ها عکس العملای سختی نشان میدن یا در داخل خود ایران بالای مردم بیچاره ای که آواره شدن در اونجا چقدر ظلم و جبرای دوام داره. این مسائل مسائلی چیز است که یعنی اساسی که به اساسی البته ارزش های مشترک بوده باشه متاسفانه نیست یا علایق و فواید مشترک بوده باشه هم وجود نداره. فقط همه چیز مقطعی است، همه ابزاری است و اینمی مقطع ممکن است برایشان اینمی روشا با طالبا اگر اینا بتانن اینا را یک حکومتی غیر مشروع در افغانستان هم وجود داشته باشه میتونه که برای از اونا کمک بکنه، برای از اینکه میتونن به مردم خودم بگوین ببینین در افغانستان چی میگذره، اقلا در ایران شما تحت تاثیر ما حیاتی بهتری دارین و از اون طریق میتونن برای خود یک ادعای مشروعیت بکنن، نه مشروعیتی اساسی و ارزشی. من کریم صاحب تاسو فکر کوي شهرانی صاحب مرته اشاره وکړه د افغانستان سرپرست حکومت او د ایران یو مشترک وجه همدار چې امریکا سره دښمنۍ مسأله وه. امریکا په افغانستان کې وه خو دومره امنیتي اندېښنې د ایراني چارواکو له لوري خپل ځان ته نه مطرح کړي چې د افغانستان امنیت دوی وګواښل سي یا د دوی په وړاندې باندې امنیت خراب شي. اوس مهال دغه څرګندونې کېږي پایدار هستن، دوستی ها و دشمنی ها مقید منابع کشورها هستن و بنان قابل تبدیل و تحول هستن. اون به حق میتونه اندیشه‌ای داشته باشه که حدود 4 الی 5 میلیون مهاجر افغان در ایران فعلا زندگی میکنه و با مشکل شدن حالات عمدتاً حالات اقتصادی کشور ما خطر بزرگ موجود است متاسفانه که به صدها هزار و تا میلیون ها نفر دیگه در ماه های آینده و سال های آینده به طرف کشورهای همسایه به خصوص ایران سرازیر شوند، در حالی که ایران خود در یک بحران بزرگ اقتصادی قرار داره، تورم دو عدده در ایران هست و مشکلات مالی ایران با آمدن و سرازیر شدن صدها هزار و میلیون ها مهاجر اضافه افغانی دردسر بزرگی را برای جامعه ایرانی و کشور ایران ایجاد خواهد کرد. از این ناحیه متاسفانه اندیشه همسایه های ایرانی ما اندیشه برحق است و میتونن کنا از این ناحیه اظهار تشویش بکنن و آرزو و تقاضای از این را داشته باشن که در افغانستان نظام موجود باشه و شرایط ایجاد شود که جلو فرار صدها هزار و میلیون ها انسان ها به کشورهای همسایه بگیرند. از این ناحیه این تشویش پابرجاست. همزمان امنیت داخلی در افغانستان برای ایران این موقعیت مساعد می سازد که بالاخره با خروج نیروهای خارجی از کشور ما بتونه در این کشور در ابعاد مختلف در چنانچه عرض کرده در بود معادن، انرژی، خوراک، اقتصاد، زراعت سرمایه گذاری بکنه. وقتی که سرازیر شدن دلارهایی که از بیرون آمده و به ایران انتقال داده میشد و 2 میلیارد دلار خرید میشد او وجود نداره،
ایران میخواهد که این شرایط با سرمایه گذاری در این مطالبی که عرض کردیم به اصطلاح برآورده بسازه و او کمبود مرفوع بسازه. ولی ایران هم فراموش نکنیم که ایران که همزمان همسایه ماست و ما باید از که رابط بسیار سالم و دوستانه با هم همسایه داشته باشیم، همواره در قبال افغانستان یک سیاست کجدار مریض داشته. در اون زمان قبلی هم ایران همزمانی که با امریکایی ها و نظام کابل همکاری میکرد با حداقل نیروهای سرحدی تحریک امارت اسلامی طالبان با قمانداناشون کمک میکردن. من خودم سوال از مسئولین از اینا چند سال قبل در تهران کردم و جواب از اینایی بود که ما اینا با امریکایی ها با تفاهم رسیدیم و ما به خاطر حفظ امنیت سرحدات خود کمک نسبی با قمانداناهای طالبان میکنیم. سرحدات افغانستان بیشتر قمانداناها از اونایی هم مستفید میشدن. این سیاست کجدار مریض کماکان در کشور ما ادامه داره و قابل تحلیل و ارزیابی و فهم است. ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو ملمنو چې واخ مرکړ کور مو ودان. لا تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا ښه وخت.